سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و اعضای عزیز کانال پرشرندی من. در برنامه امروز میخوایم در مورد جوشکاری آرگون و الفبای جوشکاری آرگون با هم دیگه بحث کنیم. قبل اینکه وارد بحث امروز بشیم باید خدمتتون عرض کنم که در ایران چندین شرکت و کارخانه بزرگ تولید دستگاه جوش آرگون CO2 و همینطور متعلقات اینها مثل ترچ‌های آرگون CO2 و کپسول های اکسیژن آرگون و CO2 وجود داره. محصولات بعضی از این شرکت ها واقعا با کیفیت هستن و دست کمی از محصولات خارجی ندارن. من با یک دو تا از این کارخونه ها تماس گرفتم، با یکی دو تا دیگه هم تماس خواهم گرفت تا اگر مایل بودن بیان اسپانسر برنامه های آموزش جوشکاری ما بشن. در این صورت هم برنامه ما پربارتر میشه و هم ما میتونیم محصولات این شرکت ها رو به مخاطبین معرفی بکنیم. امروز حداقل 10,000 نفر در خونه شون یه دستگاه جوشکاری با قابلیت آرگون دارن. بسیار از اینها علاقمند جوشکاری آرگون هستن و مخاطبین برنامه ما هم بیشتر این عزیزان، دانشجویان و علاقمندان هستن. جوشکاری آرگون یه جوشکاری بسیار تخصصیه، برعکس جوشکاری برق شما یا حتی جوشکاری CO2 که شما با چند دقیقه آموزش حداقل میتونید یه خالی جوش یا یه چند سانتی متر جوشکاری رو انجام بدید. اما برای جوشکاری آرگون شما حتما باید به صورت علمی و تخصصی بدونید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش و اگر اشکالی پیش بیاد شما بدونید که این اشکال علتش چی هست تا بتونید علتش رو رفع بکنید. جوشکاری آرگون تمیزترین جوشکاری موجود ما هست و بسیار حرفه‌ای و تخصصیه. پس اگر علاقمند هستید بشینید پای این برنامه، حتی اگر کارتون جوشکاری آرگون هست مطمئنا اگر بشینید پای این برنامه یه مطلب جدید یاد خواهید گرفت. دوستان در مورد فرق جوشکاری آرگون و CO2 سوال پرسیده بودن و همینطور در مورد قیمت این دستگاه. در مورد قیمت در جلسات آینده با هم بحث میکنیم و همینطور در مورد تفاوت این دو هم اگر امروز رسیدیم حتما با هم صحبت خواهیم کرد. اما اگر در مورد جوشکاری آرگون سرچ کنید میبینید که در موردش نوشته جوشکاری قوسی با گاز محافظ. اما یعنی چی؟ جوشکاری قوسی یعنی جوشکاری که با قوس الکتریکی انجام میشه، مثل همین جوشکاری برق خودمون که با استفاده از الکترود شما قوس الکتریکی رو برقرار میکنید. قوس الکتریکی گرما ایجاد میکنه و سیم جوش و قطعه کار شما ذوب میشن. اما نقش گاز محافظ این وسط چیه؟ در حالت عادی حوضچه مذاب یا حوضچه جوش ما شدیداً علاقه داره که تا با هوای اطراف خودش واکنش ایجاد بکنه و اکسیده بشه. پس برای جلوگیری از اکسید شدن و تماس حوضچه مذاب ما با هوای اطراف خودش باید سطح جوشمون رو با یک گاز خنثا و سنگین‌تر از هوا کاور کنیم و بپوشیم. گازمون حتما باید خنسا باشه تا با حوضچه مذابمون واکنش ایجاد نکنه، مثل همین گاز آرگون. و همینطور باید سنگین‌تر از هوا باشه، چون اگه سبک‌تر باشه گاز به سمت بالا میره و سطح حوضچه مذاب ما رو نمی‌پوشونه. در جوشکاری معمولی یا جوش برق از همون الکترودی که باهاش قوس الکتریکی ایجاد می‌کنیم به عنوان پرکننده و سیم جوش هم استفاده می‌کنیم. به این میگن الکترود مصرفی، یعنی الکترودمون در حین کار مصرف میشه. اما در جوشکاری آرگون ما الکترود رو که از جنس تنگستن هست ذوب یا مصرف نمی‌کنیم، بلکه فقط برای برقراری قوس الکتریکی استفاده می‌کنیم و برای پرکننده یا فیلر از یک سیم جوش جداگانه استفاده می‌کنیم. در مورد نقش گاز مصرفی مطالب بسیار زیاده که در جلسه امروز و جلسات بعد حتما با هم بحث میکنیم. اما شاید براتون سوال پیش بیاد که آیا میشه به اندازه یه خالی جوش یا مثلا چند سانتیمتر بدون گاز ما جوشکاری بکنیم یا خیر؟ برای اینکه این مطلب همین اول براتون جا بیفته که نقش گاز آرگون چقدر این وسط حیاتی و مهم است، به صورت عملی امتحان میکنیم و فیلمش رو با هم میبینیم. ابتدا چند سانتیمتر با گاز آرگون جوشکاری میکنیم و سپس بدون گاز جوشکاری میکنیم، ببینیم که اگر گاز آرگون نباشه چه اتفاقی میفته. حالا بدون گاز آرگون جوشکاری کنیم چه اتفاقی میفته؟ بسیار خوب، نتیجه رو دیدید که پس ما اگر بدون گاز بخوایم جوشکاری بکنیم چه اتفاقی میفته؟
در قسمت‌های بعد حتما به این موضوع برخواهیم گشت، چون مطالب بسیار بسیار مهمی در همین قسمت وجود داره در مورد نسبت گاز خروجی با تنگستن، گاز خروجی با شکل جوشمون و مطالبی از این دست حتما در آینده با صحبت خواهیم کرد. در جلسه امروز در مورد انواع ترچ آرگون با هم صحبت می‌کنیم، قطعات ترچ رو باز می‌کنیم و هم دیگه و می‌بینیم که داخل این ترچ چی هست. بعد در جلسات بعدی به همراه مطالب دیگه مثل انواع فیلر، انواع تنگستن، طریقه حرکت دادن ترچ و مطالبی از این دست که در جلسات آینده با هم بحث می‌کنیم. چندین نوع ترچ در بازار وجود داره که عکساشو با هم دیگه می‌بینیم، مثل ترچ شیردار که اونم خودش به دو قسمت گردن ثابت و گردن متحرک تقسیم میشه، ترچ میکروسویچدار و سویچدار و ترچی که بر روی گردنش نه شیر وجود داره و نه میکروسویچ بلکه به وسیله یک پدال پایی کنترل میشه. اما ترچی که ما باش سر کار داریم این نوع ترچ هست، یعنی ترچ شیردار. در مورد دو نوع ترچ دیگه هم در جلسات آینده حتما با هم بحث میکنیم، شکل کارکرد اونا رو با هم دیگه صحبت میکنیم و همینطور دستگاه‌های جوش آرگونی که مورد نیاز هست تا اون ترچ ها بهش متصل بشن. دستگاهایی که ما در خونه داریم با قابلیت آرگون هستن سایه‌ترین نوع دستگاه جوشکاری آرگون هست. دستگاه حرفه‌ای جوشکاری آرگون حتما شما دیدید که روی پنل جلوش 6 7 تا ولوم تنظیم مختلف وجود داره، از تنظیم آمپر، تنظیم فرکانس، تنظیم گاز خروجی، تنظیم پسگاز، پیشگاز و همینطور اگر قابلیت خروجی جریان AC یعنی جوشکاری آلومینیوم داشته باشه تنظیمات مربوط به خودش. البته در دستگاه جوش پیشرفته‌تر دیگه تعداد ولوم‌ها به یه دونه کاهش پیدا کرده و بقیه پارامترها با دکمه‌های کامپیوتری تنظیم میشه. دستگاهی که ما داریم دستگاهی هستن که فقط با جریان DC کار میکنن. دستگاه جوش آرگون که هم قابلیت AC و هم DC داشته باشن بسیار گران قیمت هستن، اما فراموش نکنید که دستمزد جوشکار حرفه‌ای آرگون بسیار بالاست و اصلا نمیشه با جوشکارهای معمولی مقایسش کرد. پس اگر هدفتون یادگیری جوش آرگون برای درآمدزاییه نگران نباشید، چون بعد از یه مدت کوتاه کار کردن هزینه‌هاتون حتما برمیگرده. اما این ترچ ما از چه قسمت‌هایی تشکیل شده؟ ترچ ما از گردنه ترچ، شیر تنظیم گاز، نازل سرامیکی، تنگستن و دنباله پشتی تشکیل شده و همینطور در داخل ترچ هم شما کلت و کلت بادی یا بدنه کلت رو دارید. حالا اینا رو اصلا باز میکنیم تا ببینیم که ساختمان ترچ از چه اجزایی تشکیل شده. یکی از مهمترین قطعات ترچ نازل سرامیکی هست. این نازل سرامیکی استاندارد هست، در اندازه های متفاوت وجود داره. اما در که می‌بینید اینجا من سه نوع مختلف رو از نازل سرامیکی دارم که در طول‌های مختلف هستن. چیزی که مهم‌تر هست دهانه داخلی ترچ است. این سرامیکی به رنگ صورتی هست نمره 5 هست و سرامیک سفید نمره 8. نازل‌های سرامیکی از نمره 4 به بالا هستن و بر طبق قطر دهانه‌شون تقسیم بندی میشن. هرچی نمره‌شون بالاتر باشه دهانه نازل سرامیکی بزرگتر است. در مورد نازل‌های سرامیکی در جلسات بعد به تفصیل با هم صحبت می‌کنیم. برسیم به قسمت‌های بعدی ترش. همونطور گفتیم این دنباله پشتی هست، بازش می‌کنیم. تنگستن و این هم کلت است. کلت یا همون ابزارگیره که اینجا نقش دبرگیرنده تنگستن ما رو داره و کلت بادی یا بدنه کلت. قسمت بعدی قسمت آخر این قسمت سفید رنگ هست که مثل واشر عمل میکنه برای جلوگیری از نشتی و ایزوله کردن گاز آرگون. جنسش از جنس تفلون هست. همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم این نازل ها نازل های سرامیکی استاندارد هستن، اما شما امکان داره که نازل های دیگه ای به شکل های متفاوت ببینید، مثلا نازل های با جنس گلاس یا شیشه و به جای کلت بادی شما گاز لنز ببینید. گاز لنز یا گاز لنز یه قطعه ای هستش که به جای کلت بادی به کار میره، سرش توری داره و به صورت بهینه و بسیار عالی گاز آرگون رو به سمت قصه مذابتون هدایت میکنه و استفاده از این باعث میشه که مصرف گاز آرگونتون هم بهینه بشه و کاهش پیدا کنه. یک بار با همین قطعاتی که با هم باز کردیم و میبندیم تا دوباره ببینیم که ترچ آرگونمون از چه قطعاتی تشکیل میشه. قطعه ایزوله کننده که از جنس تفلون هست، تنگستن و کلت، نازل سرامیکی، و همینطور هم دنباله پشتی. تنگستن ما به راحتی در جاش حرکت میکنه. کار دنباله پشتی اینه که با یه مقدار سفت کردن باعث میشه که تنگستن در جای خودش
ثابت بمونه. در مورد اینکه چه میزانه تنگستن شما باید از نازل سرامیکی شما بیرون باشه در جلسات آینده صحبت میکنیم، اما همینقدر بگم خدمتتون که ارتباط کاملی داره با میزان قطر داخلی سرامیک شما. همینطور قطر داخلی دهانه سرامیک شما ارتباط مستقیم داره با میزان خروجی گاز آرگون شما. برای اینکه میزان خروجی گاز آرگون و میزان آمپر دستگاهتون به چه پارامترهایی بستگی داره، همه اینها در جلسات بعدی با هم صحبت میکنیم. دوستان گرامی، برنامه امروز رو در همین جا به پایان میرسونیم. ازتون خواهش میکنم که از این برنامه حمایت بکنید و بهترین راه حمایت هم به اشتراک گذاشتن این ویدیو هست. امیدوارم که بتونیم خیلی زود جلسه بعدی رو ضبط بکنیم و خدمتتون ارائه بکنیم. هر کجا که هستید خوش و سربلند باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.